رسول بداغی، معلم زندانی در ایران بیمار است. بسیار بیمار است. به بیمارستان برده شد. معلمان دیگری نیز در ایران در زندان هستند. آن سوتر در عرصه اقتصادی گزارش های تازه‌ای درباره حیف و میل و آنچه که غارت بیت المال مردم ایران نامیده می شود منتشر شده است. و دیدار حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی با هنرمندان و وعده هایی که او داده است در رسانه های خبری داخلی و خارج از ایران همچنان بازتاب دارد. سفر حسن روحانی به خوزستان و وعده های تازه او درباره آبادسازی زمین های بایر و زمین های کشاورزی از کار افتاده در این استان زرخیز. اینها و موضوعات دیگر را در برنامه تفسیر خبر امشب مورد بررسی قرار می‌دهیم. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود و با میهمانان برنامه در نیمه نخست آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم تا لحظاتی دیگر. خوش اومدید آقای حسن اعتمادی عزیز. درود بر شما جناب چالنگی عزیز، درود بر همکارانتون و بینندگان برنامه شما. من پیش از هر چیز، پیش از اینکه به عرصه اقتصادی بریم، مایل بودم به زمینه مربوط به حقوق بشر اشاره داشته باشم. آقای رسول بداغی، معلم زندانی وضعیت وخیمی داره. زندانیان دیگری هستند که وضعیت جسمانی خوبی ندارن، وضعیتشون در مراحلی وخیم هست، از داشتن امکانات دارویی و درمانی محروم هستند. آقای ارژنگ داوودی، آقای کاظمنی بروجردی و زندانیان دیگر، آقای ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار خوزستانی هم که ناراحتی قلبی داره و بسیار متاسفانه فهرست زیادی هست. چرا گامی روشن اساسی از طرف آقای روحانی، این دیگه ابتدایی ترین موضوع هست در این زمین آقای اعتمادی عزیز، برداشته نمیشه؟ خدمات درمانی پزشکی لازم در اختیار زندانیان سیاسی قرار داده بشه، اونهایی که نیاز دارن. از خانم آقای چلنگی، آقای روحانی همواره در طی این مدتی که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند، گفتند که دولت و دستگاه قضایی کشور اینها مستقل هستن، دیگه عمل میکنن. ضمن اینکه همواره آقای روحانی در خصوص مسائل رعایت حقوق بشر در ایران مطالب کلی رو مطرح کردن، بنابراین رئیس جمهوری ایران در رابطه با مسئله حقوق بشر و رعایت این مسئله مشخص همواره خودشون رو به نوعی جدا میدونن از تصمیماتی که از طریق دستگاه قضایی گرفته میشه و به همین خاطر میشه گفت که مسئولیت خودشون رو در این رابطه نمیپذیرن. بنابراین اگر ما بخوایم بر اساس صحبت‌ها و ادعای آقای روحانی در مورد این مسئله صحبت بکنیم، طبیعتاً ایشون ممکن اصلا مورد سوال قرار نگیره، اگرچه به هر حال وعده‌هایی که آقای روحانی در زمین‌های مختلف از جمله رعایت حقوق شهروندی مطرح کردن، باید این مسئله رو ما انتظار می داشتیم که در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی کشور ما تحولات جدی صورت بگیره، اما این چنین نیست. همونطور که شما اشاره کردید،
بسیاری از زندانیان سیاسی در این دوره مانند گذشته در شرایط بسیار بد به سر میبرن، امکانات معالجه اونها وجود نداره، به خصوصی که در طی این سالها اونها در اثر زندگی در شرایط نامساعد زندانهای ایران دچار انواع بیماری ها شدن. بسیاری از اونها دوران سنی میانسالی و حتی پیری رو آغاز کردند و در نتیجه احتیاج بیشتری به مراقبت دارن، به خصوص در شرایط سخت زندانهای ایران. اما خب متاسفانه همونطور که عرض کردم انتظاری از آقای روحانی در این خصوص نمیشه داشت. بله، نکته در اینه که متاسفانه بیشترین اطلاعات درباره زندانهای تهران و حومه تهران هست، مثل زندان قزل‌حصار یا زندانهای دیگه اوین و بقیه جا. درباره شهرستان های کمتر گزارش منتشر میشه، منابع اطلاعاتی کمتر هستن، به ویژه در مورد بند زنان، دختران بسیار هستن، دختران و زنان ایرانی که در زندان ها هستن. متاسفانه اطلاعات و گزارش های دقیق در مورد اونها منتشر نمیشه. در سطح اجتماع که زنان مورد ظلم هستن، به گزارش منابع بیطرف حقوق مساویشون به رسمیت شناخته نمیشه. چه توقعی میشه داشت که این جمهوری اسلامی در زندان ها رعایت کنه حقوق بانوان ایران؟ آقای اعتمادی عزیز، اما علارغم همه این صحبت ها، اون چی که آقای روحانی در جمع هنرمندان در تهران گفت، که البته همه هنرمندان نبودن، خیلی امیدها رو باعث شد، دست کم در میون هنرمندان، اونایی که بودن، در میون برخی از اونها. بله جناب چلنگی، در مورد واکنش که هست جامعه هنرمندان نسبت به جلسه مشترک آقای روحانی و همچنین آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد، به قول شما با برخی یا بخشی از هنرمندان کشور داشتین، تنها آقای دولت آبادی بودن که در این خصوص ابراز نظر کردن، که میشه در مورد اون هم صحبت کرد. بقیه هنرمندان ما یا هنرمندانی که در این جلسه شرکت داشتن هیچ گونه واکنشی بعد از پایان جلسه از خودشون نشون ندادن یا ابراز نظر و موضعی در این خصوص نکردن. اما نکته‌ای که در رابطه با این جلسه میشه گفت، به نظر من شاید خلاصه بشه در سه مورد معین. یکم این که چرا آقای روحانی ترتیب چنین جلسه‌ای رو دادن، یعنی اینکه با چه منظوری این کارو کردن، و دوم اینکه آیا این جلسه به نوعی در رابطه با بهبود وضعیت هنر و فرهنگ در ایران قرار بوده کاری انجام بده. و در پایان هم شاید بتونیم به این نکته هم بپردازیم، آیا شرکت هنرمندان کشور ما یا بخش از هنرمندان کشور ما در این جلسه درست بوده و چه نتایجی رو میتونه به بار بیاره؟ به نظر من در مورد مسئله اول، یعنی جمع کردن هنرمندان یا دعوت از بخش از هنرمندان کشورمون و شرکتشون در این جلسه، بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، کمان که در سخنان هم آقای جنتی و هم آقای روحانی به طور مشخص آقای جنتی اشاره میکنن که هنرمندان، روشنفکران و اساتید کشور ما همگی طرفدار دولت آقای روحانی هستند. و جالبه که در این زمینه هیچ کدوم از اساتید دانشگاهی یا روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان ما اعلام موضع نمی کنند که آیا آقای جنتی اون چیزی که میگه درست هست یا نیست، چرا که به نظر من واقعیت این است که بخش رسی از هنرمندان مستقل کشور ما، روشنفکران و اساتید دانشگاهی ما به هیچ وجه چنین موضعی رو ندارن یا لاغر رسما خودشون چنین ادعایی رو نکردن. آقای روحانی احتیاج به این داره که در شرایط امروز ایران که نارضایتی در بین اقشار و طبقات مختلف جامعه ما روز به روز شدت بیشتری پیدا میکنه، با کمک به حضور هنرمندان، برای همونطور که شما میدونید هنرمندان هر کشوری مورد احترام و علاقه مردم این کشور هستند، و طبیعتا وقتی سیاستمداری مانند آقای روحانی در این شرایط بتونه اونها رو جمع بکنه و با یک نمایشی از حضور اونها از طریق تلویزیون و رسانه‌های مختلف و مطبوعات به جامعه نشون بده که هنرمندان به نوعی، و این ادعا رو بکنه که طرفدار او هستن، میتونه بخش‌های از جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین
آقای روحانی با انگیزه سیاسی یک چنین جلسه ای رو برگزار میکنه. حالا ضمن اینکه در خصوص مسئله نگاه ایشون به هنر، ایشون مطالبی رو مطرح کردن که میشه در مورد اونم صحبت کرد که واقعا آیا آقای اعتمادی، شما گفتید آقای دولت آبادی تنها بوده، شاید چشم شما دور مونده، آقای علی نصیریان هم در این زمینه صحبت کرده، مصاحبه‌ای داشته و اظهار نظر کرده، هنرمند تئاتر، هنرمند تئاتر و بعدها هنرمند سینما. حرف آقای دولت آبادی هم برای بینندگان البته خیلی مفصله، ولی فشردش در واقع همین دو سه خط حرفه در مطلب طولانی آقای دولت آبادی. به نظر من که این یک ضرورت زمان هست که روحانی رو به چنین جایی آورده و امیدواریم برای اجرای وعده هایی که ایشون داده دیر نشده باشه. و به هر حال که میدونیم آقای دولت آبادی و بسیاری دیگر از نویسندگان انقلابی ایران، روزنامه نگاران، هنرمندان انقلابی در کنار مسئولان این نظام بودند در طی 30 چند سال گذشته و همچنان حامی این نظام بودند، از جمله آقای داوود رشیدی که حتی همراه جواد لاریجانی در نشست ژنو حقوق بشر شرکت کرد و دفاع کرد از وضعیت حقوق بشر در ایران. برخی از هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران چنینند و البته اکثریت خیر. بدون هیچ تردید عملکردشون نشون داده شده طی سالهای گذشته. آقای اعتمادی عزیز، اما همین حرفا به هر حال حرفای مثبتی درش دیده می شد، این که هنر ارزشی نیست، ارزش پذیر نیست. خانم نقوه سمینی، نمایشنامه‌نویس ایرانی، سخنانی در اونجا ایراد کرد، اشکالات اساسی رو شاید بشه گفتش که روشنترین و وسیع‌ترین طیف مسائل رو ایشون مطرح کرد. اما این وعده و این سخنان در زمان آقای خاتمی هم کم گفته نشد و حتی در دوره احمدی نژاد همین آقای مشایی کم صحبتی نکرد در باره هنر، و هنر برتر از گوهر آمد پدید. دقیقا همینطوره، تصمیم گیرنده اصلی برای همه سیاست. دقیقا همینطوره، یعنی همطور که شما اشاره کردید بخش از هنرمندان و نویسندگان ما همواره در طی 34 سال گذشته به نوعی در کنار مقامات و مسئولین اصلی حکومت اسلامی ایران حضور داشتند و همواره بر اساس وعده‌هایی که اونها دادن و به قول شما در دوره آقای خاتمی هم وعده‌های بسیار داده شد و در همون دوره هم حتی برخی از نویسندگان و هنرمندان و فرهیختگان جامعه ما در خصوص وعده‌های آقای خاتمی همین خوشبینی‌های امروز رو به یک معنای دیگر داشتن. بنابراین به قول آقای علیزاده، هنرمند از این کشورمون، ایشون گفته است که به هر حال مطالبی که آقای روحانی در این جلسه مطرح کردن انشای خوبی داره، ولی اینکه در عمل چه شرایط و امکاناتی برای پیشرفت هنر در ایران بتونه به وجود بیاد، این یک مسئله دیگری است. همین آقای علیزاده اشاره میکنه، من به عنوان یک آهنگساز چگونه است که هنوز برای به اصطلاح اجازه کاری که میخوام انجام بدم در عرصه کار موسیقی باید حتما مجوز از وزارت ارشاد داشته باشم، و در صورت که وزارت ارشاد تشخیص بده که کاری که من در عرصه موسیقی کردم ارزش به اصطلاح ارائه کردن در جامعه رو نداره، مانع اون میشه و مجوز صادر نمیکنه. بنابراین مسئله محدودیت های اساسی برای فعالیت هنرمندان کشور ما در تمام عرصه هنوز و همچنان وجود داره و برای منم خواستن این رو خدمتون عرض بکنم. این چون این وعده در دوره آقای خاتمی هم بارها و بارها داده شد، ولی محدودیت ها و سانسور و ممیزی همیشه در برای هنرمندان کشور ما در تمام سطوح وجود داشته. منتها من خواستم این رو هم اشاره بکنم که اصولا همین انشایی که آقای علیزاده بهش اشاره میکنن و بنده شما بهش حتما توجه داشتیم اینه که چیز خاصی نبوده. شما ببینید مثلا آقای روحانی در همون جلسه در رابطه با مسائل مختلف هنر اظهار نظر میکنن، از حافظ گرفته تا مسئله موسیقی و سینما و چیزهای از این دست، ولی در نهایت ایشون معتقد هستن که یک هنرمند مسئول بر اساس خواست جامعه عمل میکنه، محدودیت هایی که در جامعه وجود داره به اونا توجه میکنه، منظور خواست مردمه، و بعد اشاره میکنه به طور مثال که یک هنرمند طبیعتاً
با زمانی میتونه تعالی پیدا بکنه که بتونه به عقاید الهی باور داشته باشه و در اون چارچوب عمل بکنه. بنابراین آقای روحانی چیز خاصی، وعده خاصی به جامعه هنرمندان نداده و این یک انشاد ساده. خب یک نکته هم اولا این صحنه به خودی خود تماشایی است، به هر حال یک صحنه است در تاریخ ثبت خواهد شد مثل میلیون ها صحنه دیگه طی این سی و چند ساله دیده شده. اینی که یک ملای شیعه در تالار رودکی یک سوی قضیه و هنرمندان و کسان دیگه در سوی دیگه، و این ملای شیعه درباره اهمیت هنر برای این عده میگه و اینکه حدود و ثغور عمل کرده این طرف قضیه رو تعیین میکنه. غم انگیزه، بسیار غم انگیزه. چند روز بعد از همین صحبت ها هست که میبینیم مانع از برگزاری جشن نشریه چلچراغ میشه. من نمیگم هم دولتی یا چی، و به هر حال نیروی انتظامی، جشن چلچراغ. این اتفاقا نمونه خیلی جالبی بود برای اینکه آدم ببینه تا چند از حرف این بابا آقای حسن روحانی برد. من در تایید فرمایش شما میخوام یه اشاره بکنم به این مطالبی که آقای جنتی در سفر اخیرشون به قطر و مسابقه با تلویزیون یا خبرگزاری الجزیره داشتن، در اونجا اتفاقا در مورد همین مسئله فعالیت‌های فرهنگی و آزادی‌های اجتماعی خبرنگار الجزیره از آقای جنتی سوال میکنن. ایشون میگن که ما خواهان هر گونه فعالیت فرهنگی و به اصطلاح هنری در ایران هستیم، اما همه اینها باید در چارچوب قانون انجام بگیره. و همونطور که در قبلم اشاره کردم، آقای جنتی هم میگن که دولت آقای روحانی خواهان این هستش که بتونه فعالیت‌های بیشتری در این عرصه صورت بگیره، اما دستگاه قضایی ما بر اساس قوانینی که مورد تصویب قرار گرفته وظایف خودش رو انجام میده. یعنی راه رو باز میذارن اینها که به هر حال اگر احیانا موانعی در جهت پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایران به وجود میاد از طریق دستگاه قضایی و به ما ربطی نداره و همه ما با تابع قانون باشیم. جالبه که در همین جلسه هم آقای جنتی و آقای روحانی در رابطه با مسئله اینکه هنر توسط چه کسانی باید در ایران مدیریت بشه، درسته که میگن دولت نباید این کارو بکنه، اما در نهایت میگن باید به دست هنرمندان و به علاوه بخش تعدادی از روحانیون قرار بگیره. یعنی شما ببینید در هیئتی که روحانیون شرکت دارن که بخوان در رابطه با وضعیت فرهنگ و هنر در کشور ما تصمیم گیری بکنن، چه نتیجه به بار میاره؟ فرض میکنیم که از بین روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان ما هم در اون هیئت افرادی حضور داشته باشن، آیا اونا میتونن خارج از به اصطلاح تصمیم گیری ها و نظرات روحانیت عضو این مجمع تصمیم گیرنده کاری بکنن؟ آیا میتونن خارج از قوانین قضایی کشور در خصوص مسائل مختلف فرهنگی تصمیمی بگیرن؟ به نظر میرسه نه، اینطوری نباشه. بنابراین من معتقدم که این جلسه بیشتر به اصطلاح جنبه سیاسی و نمایشی و تبلیغاتی داشت برای آقای دولت روحانی و ایجاد توهم در ذهن مردم و بخشی از هنرمندان که گویا قرار است که در این رابطه اقداماتی صورت بگیره و جامعه هنرمندان و نویسندگان ما به امکانات تازه‌ای دست پیدا بکنن، که متاسفانه اینطور نیست. بله، امیدوارم روزی در ایران وضعیتی باشه برخوردار از آزادی هنرمندان به کار خودشون مشغول بدون هیچ ممیزی و البته در حدودی که شاکه خصوصی نباشه. یعنی در کشورهای آزاد هم چنانچه شاکه خصوصی ممکنه وجود داشته باشه، رسانه اینجا اگر اهانت شخصی به کسی میکنه و اون شخص میتونه شکایت کنه دادگاه رسیدگی میکنه، وگرنه از صبح تا شب اینجا رئیس جمهور رو مورد انتقاد و هرچی هست قرار میدن و هر نوع انتقاد، نه مانعی نه حرفی نه حدیثی، و هنرمندان آنچه که میخوان میسازن و آنچه که میخوان میگن بدون هیچ مانعی. امیدواریم در ایران چنین بشه. آقای روحانی البته یک نکته ایرم گفت که اعتماد کامل داره با آقای جنتی، و اینکه ایشون از حامیان آزادی هستن. آقای جنتی حرف ایشون است.
اما یکی از هنرمندان والای جمهوری اسلامی، آقای اعتمادی عزیز، بله، هنرمندان رد بالای جمهوری اسلامی، آقای بابک زنجان، چون هنر در اون ور قضیه جور دیگه ای سنجیده میشه، نیست؟ بله، ایشون هم علی هنرمندان. گزارش های تازه منتشر شده، یکی این که گفته میشه که عملا وزارت نفت شکایت کرده. بله، پشت پرده واقعا چی هست؟ شما بهتر میدونید، شاید، من نمیدونم، مسائل اقتصادی به دقت دنبال میکنید، اون حساب کتابی نیست آخه؟ مثلا این همه پول یک مرتبه حذف میشه، این بابا که آقای زنجانی باشه که به تنهایی قاعدتا چنین کاری نمیتونه بکنه. تصاویرش با آقای رفسنجانی دیدیم، با بقیه دیدیم، آقای رفسنجانی از یه در خارج میشه به عنوان سارق بیت المال و اینها، هولش میدن میره بیرون، از یه در دیگه وارد میشه به عنوان حامی آزادی و عرض کنم خدمتون مترقی و حامی پیشرفت و صنعت و از این حرف رو. قضیه چیه؟ شما بگید. جناب چلنگی، واقعیت اینه که منم مثل شما بسیاری از مسائل پشت پرده رو نمیدونیم و نمیتونیم ببینیم. این روزها حتی در عرصه بین المللی سیاست های پشت پرده بسیار بسیار عجیب و غریب پیش میره و برای پیدا کردن و پی بردن به این اتفاقاتی که در پشت پرده صورت میگیره باید خیلی هوشیار بود و خیلی به هر حال باید دقت کرد تا یک شبهی از اونها رو دید. ولی به هر حال واقعیت اینه که بر اساس شرایطی که آقای زنجانی از ابتدا داشته، یعنی از زمانی که به عنوان یک سرباز ساده بوده و به عنوان راننده کار میکرده در بانک مرکزی ایران، بعدا مسئول انتقال ارز میشه و بر از طریق بانک مرکزی در بازار آزاد، و همونطور که خودتون و بسیاری از هموطنان میدونن، ایشون در اون دوره در روز 10 میلیون تومان درآمد داشته. بنابراین در جامعه مانند ایران، زمانی که بانک مرکزی ایران و به هر حال اون کسانی که اقتصاد ایران رو به نوعی در دست دارن و نبض اقتصاد ایران در دستشونه، ورود یک چنین فردی رو به هر حال در موردش آگاهی کامل دارن، میدونه داره چیکار میکنه، و طبیعتا یک چنین فردی نمیتونه بدون پشتوانه و ارتباط با عناصر اصلی پشت پرده به یک چنین موقعیتی دست پیدا بکنه. بعدها این فرد در تمام عرصه های اقتصادی و حتی به قول شما حتی هنری هم صاحب امکانات میشه، در صنعت فیلمسازی سرمایه‌گذاری های کلون میکنه، به فیلمسازان جوان و غیر جوان کمک میکنه، حمایت میکنه از برخی از هنرمندان کشورمون، شرکت های متعدد اقتصادی و تجاری در دبی و سراسر ایران راه میاندازه، و طبیعتا در شرایط امروز ایران یک چنین کسی نمیتونه به تنهایی قادر باشه یک چنین کار رو بکنه. آقای زنجانی که دارای محافظ مسلح، خودش مسلحه، با اکثر رئیس جمهوری های کشور در ارتباط نزدیکه و در مهمانی های اونها شرکت میکنه، در مراسم رسمی شرکت میکنه، و با تمام این افشاگری هایی که در خصوص موقعیت اقتصادی و سوء استفاده مالی که از اون میشه همچنان به کارش ادامه میده. و امروز باز با توجه به شرایط ویژه که در جامعه ما هست، رژیم مجبور میشه که به نوعی ایشون رو فعلا بازداشت بکنه و دست به تحقیقات بیشتری ظاهرا بزنن، که ما دیگه میبینیم که در این روزها مطالب دیگه تازه و جدید و اونهایی که از پشت پرده به قول شما خبر دارن چیزی رو ما نمیشنویم. فعلا مسائل خیلی کلی در مورد وضعیت ایشون گفته میشه، ایشون یه سندی رو در دست داره که میگه من 2.5 میلیارد دلار رو برگردوندم، و شرکت نفت و بانک مرکزی میگن که چنین پولی به این حساب ریخته نشده، و فعلا دارن در مورد این مسئله بررسی میکنن و از نتایج اونم هنوز ما اطلاعی نداریم. بنابراین خیلی راحت میشه نتیجه گرفت که آقای زنجانی مهره ایست که با حمایت مهرهای اصلی در این حکومت هدایت شده در این سالها، و امروز هم باید منتظر ببینیم که سرنوشتش به کجا خواهد کشید. ببینید، من این اصطلاح هنرمند یا صفت هنرمند رو برای دائم به کار میبرم، چون واقعا اینا نمیدونم نظامی که چنینه لابد هنرمند، تعریف هنرمند بودن هم درش باید چنین باشه دیگه، هر که هنر، هر که دزدیش بیشتر هنرش بیشتر. هنرمندای دیگه داشتیم از این قبیل، فرزندان خود آقای رفسنجانی، مهدی رفسنجانی و بقیه،
و بقیه کسانی که اسمشون نیست، کسانی که سرشناسن، هنرمند بزرگی که در بیت رهبری آقای مجتبی خامنه‌ای که گفته میشه و بزرگ هنرمندان که گفته میشه خود آیت الله خامنه‌ای هست با 94 میلیارد دلار سرمایه‌هایی که رویترز گفته ایشون داره. آقای روحانی به خوزستان رفته. ببینید در تاریخ معاصر ایران هیچ مسئول بلندپایی به اندازه احمدی نژاد سفر استانی این ور اونور نداشت. آقای روحانی هم ظاهرن جا پای ایشون قرار بذاره، جا گذاشتی یا میخواد بره بگه اونا درست نبود، من که الان اومدم وعده میدم و عمل میکنم. خوزستانی که قرار بود بیش از اگر انقلاب نمیشد قرار بود صادر کننده محصولات کشاورزی باشه، صادر کننده برق باشه با برنامه و طرحهایی که در دست اجرا بود و انقلاب همه اونها رو مانع شد. اما الان مردمش در کنار چاهای نفت در بیغوله ها و حتی قارها بعضی جاها زندگی میکنه متاسفانه. باز یک مانور سیاسی است عربی صحبت کردن ایشون در میون ایرانیان عرب تباری عرب های ایران در منطقه. این مانور سیاسی است آقای اعتمادی یا نه واقعا دلسوزی است؟ یک ملای شیعه است که به مقامی رسیده، مقام های پیشینش به جای خود، الان میخواد بره به وعده های آقای خامنه ای خمینی به مستضعفین عمل کنه. مستضعفین به چندین برابر شدن در پی انقلاب. ببینید آقای چلنگی، همونطور که میدونید خبر مربوط به استعفای 18 تن از نمایندگان خوزستان در مجلس و وضعیت اسفناکی که در طی چند سال اخیر در خوزستان بوده، وضعیت نابسامانی که دچار رودخانه کارون شد، مسئله بارش شن در این منطقه، نبودن آب آشامیدنی، بیکاری و وضعیت نابسامانی که به طور کلی در خوزستان هست، طبیعتاً باعث نگرانی دولت آقای روحانی هم شده و به همین خاطری که آقای دولت روحانی اولین سفر خودشون رو با خوزستان شروع میکنن. در همین سفر در سخنرانی که داشتن در بین عده‌ای از مردم و مسئولین استان خوزستان وعده هایی رو دادن در خصوص اینکه هیچ گونه برداشتی از آب‌های جاری در رودخانه کارون به غیر از برای آشامیدن انجام نخواهد گرفت. زمین های کشاورزی رو به سودی سرمایه گذاری خواهند کرد با بودجه کلونی که اعلام کرده که از طرف دولت در نظر گرفته شده که این کار صورت بگیره. و در رابطه با مسئله بارش شن در این منطقه گفتن که برنامه‌ای در دست تهیه است که باید به اونها جامعه عمل پوشونده بشه. اما واقعیت اینه که همه اینها وعده است، به دلیل اینکه استان خوزستان الان شرایط خاصی رو پیدا کرده. مردم خوزستان به شدت ناراضی هستند و طبیعتاً این نارضایتی میتونه در یک مقطعی منجر به اعتراضات جدی بشه و به همین خاطره که آقای روحانی با انگیزه های سیاسی به این خاطر که بتونه آرامشی رو در این استان به وجود بیاره به این سفر به نظر من رفتن. و برخلاف وعده هایی که ایشون دادن مانند سایر مسائلی که در ایران وجود داره، من تصور نمی کنم با وضعیت اقتصادی کشور ایشون بتونن حتی یک کدوم از این پروژه ها رو به اجرا در بیارن. بنابراین فقط جنبه تبلیغاتی به نظر این سفر داره و تا حدودی بتونن از این طریق افکار عمومی مردم خوزستان رو به نوعی به آرامش بکشونن. من فقط این توضیح رو برای برخی بینندگانمون بدم که آشنا نیستن با این طرحهایی که در خوزستان بود. اون چی که من اشاره کردم در مورد آب آبادانی، آقای اعتمادی احتمالاً در جریان هستن. ببینید طرح کشت و صنعت کارون و مارون بود که بعد از طرح نیشکر هفت‌تپه با احداث سد رضاشاه کبیر بر رودخانه کارون در بلندی های مسجد سلیمان، این سد به طور ناقص مورد بهره برداری قرار گرفت، قرار بود ادامه پیدا کنه. تولید برق این سد بعدی بود که میتونست حتی زمینه رو برای صدور به کشورهای مجاور فراهم کنه. اراضی بسیار وسیعی که بر اراضی عقیدی معروف هستند، اهواز شروع میشه تا نزدیکی های خرمشهر و از این ور بندیمشک، اراضی بسیار وسیع است. مقدماتش آغاز شده بود، طرح خانه سازی برای کارکنان و و و و و بقیه. این قرار بود بره زیر کشت و صنعت، اونچه که در هفت‌تپه بود نیشکر و اینجا به طور بسیار بسیار وسیع تری که متاسفانه با وقوع انقلاب عرض کنم
متوقف موند چون این طرحی، و آقای روحانی رفته و در همین زمینه ها صحبت کرده که ما آباد خواهیم کرد. امیدواریم هر کسی گامی برای آبادانی ایران برمیداره موفق باشه، واقعا برداره بدون هیچ نیتی. چرا هماهنگ نیستن؟ به طور کوتاه اگه بفرمایید بقیه نهادهای جمهوری اسلامی. خب این وعده ها داده میشه 6 ماه 5 ماه 1 سال بعد معلوم میشه وعده تو خالی بوده. چرا اگر این وعده ها قصد سیاسی است فقط، اون چرا هم چه وعده هایی داده میشه کار رو بدتر میکنه؟ برحال واقعیت اینه که در ایران ما میدونیم که هر نهاد دولتی به صورت مستقل کار خودش انجام میده. یعنی نهادهای دولتی منظورم نهادهایی که بر اساس قوانین موجود و با نظارت دولت میبایست هماهنگی بینشون وجود داشته باشه، این هماهنگی وجود نداره، به دلیل اینکه هر کدام از وزارتخانه‌ها و هر کدام از نهادهای دولتی به طور مستقل با توجه به نفوذ باندهای مختلف قدرت سیاسی در کشور عمل میکنن. سوء مدیریت و فسادی که در تمام ادارات و وزارتخانه‌های ایران از ابتدا تا به امروز وجود داشته، طبیعتاً یکی از عوامل اصلی است برای پیشرفت به اجرا درآوردن حتی پروژه‌هایی که وعده اونها داده میشه. بنابراین بر اساس همین سیاست غلط است که ما هیچ گونه اقدام مؤثری در جهت رفع مشکلات و معضلات مردم کشورمون، به خصوص در مناطق محروم، در مناطقی که به طور سنتی همواره مورد بی‌لطفی قرار گرفت از طرف حکومت های مرکزی، شاهد این وضعیت هستیم. مردم خوزستان، من برمیگردم به همین مسئله، در طی سالهای اخیر از آبی استفاده میکردن که در این آبها لوله های فاضلاب جاری بود و بارها و بارها حتی مطبوعات فرمایشی در ایران در خصوص همین مسئله ساده خبررسانی کردن، گزارش دادن، ولی بدون کوچکترین اقدامی برای رفع این مسئله. امروز آقای روحانی تازه تشریف بردن و وعده کردن که ما جلوی ریزش کانال های فاضلاب در رودخانه کارون رو خواهیم گرفت. این کافی نیست برای انجام هر کدام از این پروژه ها، ایشون احتیاج به چندین سال فرصت دارن. اگر از همین امروز برنامه داشته باشن، پول داشته باشن، کارشناس و مهندس و تکنسیان داشته باشن، سالها طول میکشه هر کدوم از این اقدامات بخواد انجام بگیره. بنابراین فقط این چند سال ریاست جمهوریشون کفاف جلوی فاضلاب، همه فاضلاب ها رو نمیده که جلوگیری کنه از ریختن به کارو. به طور قطع وعده هایی که دولت های مختلف از دوره آقای رفسنجانی به مردم مناطق محروم دادن، کدومشون به اجرا در اومد که بعد از این همه سال، بعد از ایشون آقای خاتمی، اگر هم وعده داده شده، خب نه تنها جلو فاضلاب رو گرفتن، نگرفتن در دولت رفسنجانی و بقیه و احمدی نژاد که به فاضلاب ها مفسوده شد تا اونجایی که آمار هست. آقای اعتمادی عزیز، ببینیم زمان ما یادتون هست، شاید یادتون باشه یا من یادتون میدنستم، اگر گذرتون در سالهای 40-46 1146 47-48 اون سالها به جلو دانشگاه تهران هر چنگای آقایی بود به اسم جمشید پورکرمی، آدم بلندقد ترتمیز بسیار، یک اون موقع سامسونایت هم مد شده بود یه دونه داشت و ایشون کتاب منتشر کرده بود. این کتاب من یادم نمیره اسمش، که اصلا یادم نمیره، پرتو دانش در عصر فضا، یک هواپیمایی بود و یک پرچم از هواپیما بیرون که پرچمه تقریبا یک سوم خود هواپیما، و این طرحهای علمی زیادی داشت. مثلا من ما دیگه باش سلام علیک میگم، یکی دو تا دوستان بودیم، یه بارم بودیم مجله ترقی با ایشون مصاحبه کرد، مرحوم منوچهر شفیانی، آدم جالبی بود، یعنی یک طرحی میداد که خب برای ما خنددار بود و واقعا هم خنددار بود. من معتقد بود با فضایا در ارتباط هست و از این صحبت های بود آدم موقر و اینا، اگه شما رو میپسندید کتابشو در میورد میداد به شما، میگفت سهم شما از دانش من. طرحهای ایشون بعدها به شکل برنامه‌های عملی در دولت‌ها در اومده. ازشونه یکی از طرحهایی ایشون داده بود این بود که آب دریای خزر رو به کویر لوت برسونیم با زدن کانال. این جدی گرفته شده بود، در دولت رفسنجانی هم صحبت شده بود، در دولت آقای احمدی نژاد. الان گفتن اینجا که
آقای محمد رهبری گفتن که نه این فعلا در برابر افتتاحیه است و ظاهرا عملی نیست. نظر شما چیه؟ آقای شارنگی، برای واقعیت اینه که برای به اجرا آوردن هر طرحی شما به نیروی انسانی متخصص دارید، احتیاج به پول دارید تا اینکه بتونید برای اون طرح رو به اجرا در بیارید. مسئله تهیه طرح مسئله مشکلی نیست. امروز با پیشرفتایی که در تمام عرصه شده شما میتونید که کارشناس، متخصص، تکنسین از همه جای دنیا بخرید، حتی اگر نداشته باشید میتونید استخدام بکنید و طرح خودتون رو در اختیارش بگذارید به اجرا در بیارید. ولی با توجه به وضعیتی که دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران داشتن و مسئله فساد در مدیریت اداری کشور همواره و سوء استفاده مالی، هیچ وقت نگذاشتی که این طرحهایی که حالا حتما این هم طرحهایی رو داشتن در دولت‌های خودشون از طرف کارشناسا بهشون ارائه شده به طور نمونه، اما به اجرا در بیاد. به غیر از طرحهایی که احیانا میتونست در خدمت فعالیت‌های اقتصادی باندهای مافیایی قدرت در ایران باشه، هنرمندان مالی جمهوری اسلامی باشه. منطقه اعتمادی منظور من این نیست. منظور من اینه که یه سری طرحهایی هست مثل این که در همون قدم اولیه در زمان دانشجویی حتی قابل تشخیص بود که چون این چیز عملی نیست، اقتصادی نیست، اگرم عملی باشه که نیست، به خاطر سطح دریا مازندران، دریای خزر و آوردن به بالاتر این شدنی نیست، و اگر به فرض محال شدنی باشه اقتصادی نیست. یعنی طرحهای تقریبا خنده‌داری مثل این مایه شاید کارهای هنرمندانه حیف و میل شده باشه. سپاسگزار هستیم آقای حسن اعتمادی عزیز. خواهش میکنم. با سپاس بسیار از شما. ممنونم. ادامه میدیم، پی میگیریم. برنامه تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر آقای اسفندیار منفردزاده باز هم از استکهلم سوئد مهمان من و شما من تا لحظاتی دیگر. میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند آقای اسفندیار منفردزاده که نیاز به معرفی بیشتری جز گردن نامشون، دیدن چهرهشون ندارد. با سالها فعالیت در عرصه هنر و سیاست. سلام آقای منفردزاده عزیز. درود بر شما، خوشحالم این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. آقای منفردزاده، همونطور که در جریان هستید، آقای حسن روحانی در جمع هنرمندان، برخی از هنرمندان، من نه همه هنرمندان ایران، در تالار رودکی وحدت کنونی صحبتهایی کرد، وعده هایی داد. البته لابلا خطوط قرمز حکومت رو هم نیز مشخص کرد، در برابر حاضران قرار داد. در اون میان کسانی نیز صحبت کردن، جمله خانم نقم سمینی که سخنرانی خیلی روشنی درباره مسائل مشکلات. آیا اساسا از حکومت، دولتی که برآمده از نظام ولایت فقیه هست، یک دولت دینی، میشه انتظار داشت که تسهیلاتی برای کار هنر و هنرمند فراهم کنه و نه مشکلات و قید و بند؟ من خیال میکنم همه دولت‌های ایدئولوژیک دنبال رسوندن مردم به اون بستری که دوست دارن برای اعمال هدف‌هاشون، نظراتشون که به هر حال یک حزبی تو ایران الان روشن، این تجربه تلخ بوده، سرکوب به دنبال همین نافرمانی‌ها بوده و تمام خشونتی که این نظام 34 ساله انجام داده. الان هم وقتی که جمع میکنه دولت به اصطلاح امید، خب دوستانی امیدوارانه میرن، خب حق دارن، تنها ریسماریست که میتونن بهش آویزون بشن. و اونجا اتفاقا آقای روحانی کاری میکنه که دقیقا تکلیفشون رو این دوستان بدونن، کارورزان فرهنگ هنر اینجا دوراهی دارن، یعنی داشتن 35 ساله که در برابر
تجاوز به حقوق انسان توسط حکومت و حکومت‌ها بیستند و هنر مردمی و ملی رو دامن بزنند و اون جبهه رو بگیرند، یا اینکه جبهه هنر دولتی رو. اینجا هم باز آدم‌ها خوشبختانه شناخته میشن با اولین کاری که انجام میدن، مردم در اندازه بزرگ زود متوجه میشن که چه کسانی با حاکمیت هنر دولتی رو سفره خونین رو دست توش دارن و چه کسانی هنر ملی رو دنبال میکنن و محروم هستن از بسیاری امتیازات اقتصادی و تمام اونها. بنابراین اون حاکمیت داره کار خودش انجام میده. متاسفانه امیدهایی هست که اینها هم فکر میکنن نوبت آخرش باشه، به کجا میانجامه باید نشست و دید. البته به هنر دولتی یا نظارت دولت بر هنر یا هر چه که هست از این قبیل حکومت های ایدئولوژیک که اشاره میکنه از حق هم نباید گذشت. مثلا در کشوری مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق با همه اشکالاتی که داشت، اما میبینیم در زمینه های هنر به هر حال آنچنان مزاحمتی براش نبود در یک زمینه به خصوصی یا زمینه های به خصوصی. مثلا در مورد باله، در مورد فیلمسازی در زمینه های مثلا آدم بزرگانی مثل گریگوری گوزنسوف ما داشتیم که گفته میشه بهترین فیلم هایی رو بر اساس آثار شکسپیر ساخته، و در زمینه های دیگه موسیقی کارهای اساسی، یعنی یک موانع کمتر بوده تا یک حکومت ایدئولوژیک دینی. آیا این استنباط همسو هست با آنچه که ایران میگذره؟ میشه تفاوت‌های قائل شد، ولی به هر حال تجاوز به حقوق انسان، انسان کارورز فرهنگ و هنر هستش که نوعی در واقع تحمیل میشه بهش. اگر انتخاب آزاد باشه، بله هر کس میتونه هنری رو خلق کنه در سمت و سو راستای حکومت موجود، هیچ ایرادی نداره. این انتخاب وجود چون نداره، فقط امتیاز مال کسانی است که هنر دولتی رو دنبال میکنن. خب جاذبه های اون کار زیاد میشه به لحاظ توفیق های اقتصادی، بنابراین جوان و نوجوان به راحتی سن از گذشته میتونه خام بشه یا غیر سیاسی بشه، و در واقع غیر سیاسی شدن یعنی سیاسی شدن به سود حاکمیت موجود. من اینجا چون صحبت شد به دانشجویان ببیشه توصیه‌ام این هستش اگه این برنامه رو میبینن آثار گوزنسوف رو حتما ببینید. اسمان جان شما هم حتما مطمئنم توصیه میکنید نمیکنید به شاگردانتون در زمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشون میدادید برخی از این فیلم. ببینید این تفاوت هاست، یعنی اون موقع حکومت ایدئولوژیک نبود، فقط یک روشی بود، به هر حال یک جور خودکامگی سران حکومت بود. در مجموع بعدش نتایجش تمام فعالیت‌های فرهنگی که شد خب نسبت به امروز آزادتر بود، دوران خوش اختناق بود، همونطور که می‌دونید خودتون قبول دارید، بنابراین می‌شد کارهایی کرد که اون که کارهای نه منظورم آثار گوزنسوف هست، یعنی مثلا خب به هر حال برای بچهای تئاتر دیدنشون بسیار مؤثر هست با بازی مثلا هملت گوزنسوف و با بازی این کنتی اسمو کوتانوفسکی بازیگر معروف روسیه، حتما بچه های تئاتر ببینن بد نخواهد بود. اما آقای منفردزاده عزیز، ما معتقد هستیم که همه آزاد میتونن باشن، باید باشن، یا هرچی که هست هنرمندان هم همینطور، هنرمندان آزاد بدون تردید. آقای داوود رشیدی یا امثال آقای داوود رشیدی هر کسی آزاد هست که از یک حکومت خوشش بیاد حمایت کنه، ایدئولوژی حکومت رو دوست داشته باشه و حتی همراه مسئول حقوق بشر اون حکومت هم به ژنو بره بگه خیر اینطور نیست که شما این ور اونور گفته میشه، در ایران وضعیت حقوق بشر هم بسیار بسیار خوب هست. حرفای آقای داوود رشیدی در کنار جواد لاریجانی در نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دور نیست، دو سال پیش. اما چرا واکنش هایی از طرف بقیه هنرمندان نشون داده نمیشه؟ خب عجیب چرا در مورد فرض کنید بقیه وضعیت حقوق بشر، همین الان رسول بوداغی در زندان هست، معلم ایرانی مثل بسیار دیگه از معلمان، معلم نازنین ایرانی، وضعیت جسمانیش وخیم. یکی این نشریه چلچراغ دو روز سه روز بعد از صحبت‌های روحانی جشنی داشته، در این جشن قرار بوده صحبت‌هایی بشه، حرفایی زده بشه، از جمله اینا من بگم نشریه چلچراغ یک نظرخواهی کرده، بر اساس اون نظرخواهی
محبوب ترین هنرمند آقای شجریان رو اونطور که در چرا اشاره شده انتخاب شده از طرف جوانان. این هم یکی از موضوعاتی بوده قرار بود اونجا مطرح بشه، موضوعات دیگه هیچ اعتراضی نشد، مانع از برگزاری جشن چراغ شدن، صدایی از هنرمندی بر نخواست. چرا؟ دوست عزیز من خیال میکنم که ما با این نگاه هممون میریم میفتیم به دام اصلاح طلبی دولتی اتفاقا. یعنی این که اجازه بدید من از بیژن الهی زنده یادی که تازه در گذشت شعری کوتاه یاد کنم، میگه الف لام میم سلام بر تبرهایی که حروف آزادی را جدا جدا کردند. 50 سال پیش گفته اینو. مطمئنین مال بیژنه این؟ بله مال بیژنه، مطمئن هستی؟ بله بیژن الهی گفت الف لام میم شروع قرآن به جای تمام اون 30 جز، میگه سلام بر تبرهایی که حروف آزادی را جدا جدا کردند. مال 50 سال پیش بیژن الهیه. ببینید مسئله اصلی اینه که شما، من و شما اگر در ایران بودیم آیا عکس العمل نشون میدادیم و جامون تو زندان میرفتیم زندان؟ یعنی این رو تقاضا میکنیم ما الان از دیگران؟ بنابراین کسانی که اونجا زندگی میکنند خب نمیخوان برن زندان، و برای اینکه نرن زندان چیزی جز آزادی سیاسی نباید بخوان. متأسفانه این موضوع گم شده است. چرا در نظام پیشین نبود؟ هواداران اون نظام دوست ندارن اینو اعلام کنن، در صورتی که رضا پهلوی این کارو کرده. من نمیدونم چجوریه که ما این موضوع اصلی رو که شاه کلید جمع شدن یه عده بزرگ و تواناست، جبهه بزرگ همین یک اصل میتونه کارایی داشته باشه که این مسائل سرشاخه‌ای که اصلاح طلبانه است ما حتی مجاب کنیم آقای روحانی که اون کار رو بکنن، آب خوزستان رو بکنن. خب این چی رو حل میکنه؟ نه ببینید آقای سرشاخه اصلاح طلبی نیست، حرف من خیلی روشنه. از روز نخست وقتی هنرمندی در ایران خانه نشین شد، فرمان خانه نشینی صادر شد، اگر سکوت نمیشد، اگر اعتراض میشد، چون به هر حال هنرمندی است، بنده مخالف کارش هستم، دوست ندارم، کار خوبی نیست هر چه که هست، شما بودید چه میکردید؟ آره ما میشد به امروز برسیم که مثلا چلچراغو ببندن و صدایی از هنرمندی در نیاد. جناب چالنگی چرا شما... این که گفته شما خب ترس و نگرانی از زندان رو داره. شما بودید چه میکردید؟ سوالی شما چلچراغو در میآوردید؟ نه شما با بنده یعنی مثل اینکه من به شما بگم گفت یه سوزن من همین الان دارم همین مسئله رو اینجا مطرح میکنم. ببین شما بودید این که راه حل نیست. من میگم آیا اون سکوت اون روزه نبوده که منجر شده به اینکه امروز به چنین جایی برسیم بتونن چلچراغو ببندن؟ بس بر سر اینه که یک پدیده‌ای که به وجود میاد در همون استکهلمی که شما زندگی میکنی، یک پدیده ای که به وجود میاد، این پدیده رو ریشه یابی میکنه. یعنی وقتی میان و جشن چلچراغ رو مانعش میشن که انجام بشه، شما به عنوان یک هنرمند که در عرصه سیاسی هم فعالیت میکنید، آیا نمیخواید بدونید علتش چی هست؟ آیا نمیخواید بدونید علت این سکوت چی هست؟ میخواید بگم من؟ بله بفرمایید. علت این است که این هر اتفاقی یه ریشه داره. علت این سکوت سرکوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی به وجود آمدنش ریشه داره در گذشته. یعنی تنها حزب آزاد پیش از انقلاب حزب الله بود دوست عزیز، و ریشه اونجاست. ما اونو نفهمیدیم، یادمون میره همین سرشاخه رو امروز. خب این میوه اتفاقی است که پیش از انقلاب از 15 خرداد 42 پا گرفت. تبعید آقای خمینی به نجف که تبعیدگاه نبود، که به چین ایشون باید تبعید میشد. بعد میگیریم مستنداتی هست از سخنان محمد رضا شاه پهلوی که ایشون مسلمان مؤمن بودند. یک ساعت سخن آقای گنجیست مستند در آوردن. خواهش میکنم ببینید اینو. ایشون ببینید آقای منفذزاده، علت این که اون نظام به اون شکل بود، ریشه اون کجاست؟ چی کجاست؟ ریشه این که نظام پیش از جمهوری اسلامی چنین بود، اون ریشه کجاست؟ همان اسلام عزیزی که شاهنشاه بهش باور داشت، مکه رفت احرام بست و نمایش داد. بله خب قبل از این، یعنی ریشه شما برمیگردید به اسلام و دین. رضا شاه این کارو نکرد، پسر این کارو کرد. رضا شاه نه، اصلا قبل از رضا شاه شما برگردید به قاجار. همه اینا ریشهش از قاجار نمیاد؟
بله میتونیم بگیم قاجاریه که تموم شد. اگر قاجاریه این بخش پهلوی رو از توی این تاریخ ما قیچی کنیم دراریم، قاجار به این نظام حاکمیت اسلامی منطبق مچه همسو هم دنباله اونه. ولی این سالهایی که این وسط بود و امکاناتی بود نادیده گرفته شد. اتفاقا رضا شاه که میگفتم بی سواد و کم سواد بود، او از فرهیختگان جامعه استفاده کرد و بهترین کارا رو کرد، ضمن اشتباهاتی هم که مثل هر کسی دیگه میکنه. ولی بعد از اون پسر نشد اونچه که باید میشد و این رو ما من و شما سکوت کردیم. بخشی نه به اجازه بدید قبل از اینکه مسئله رو آقای منفذ سکوت کردیم یا نکردیم، این یک بحث کاملا شخصی خواهد شد. این من بیام به شما بگم من سکوت نکردم، شما بیام بگم من سکوت کردم، من مایل نیستم وارد این بحثا بشیم چون وقت خیلی زیادی میبره و بی حاصل. بحث بر سر این هستش که آیا چون ببینید این یک بحث بسیار روشنی است، آیا چون در اون نظام ریشه برمیگرده به اسلام، ریشه برمیگرده به هر چی که شما معتقد هستید و اشاره کردید، امروز روز اگر نشریه چرچراغ، جشن چرچراغ این لغو میشه، میشه سکوت کرد به خاطر اینکه آدم ترس از زندان داره؟ حال اون که ما میبینیم همین آقای رسول بوداغی معلم نازنین ایرانی هم در زندان هست و بقیه. اینی که روز اول 2 میلیون نفر در تهران جمع میشن در انقلاب در یه همچین روزهایی فریاد میزنن، کسی که سکوت نه، کسی که راه رم نشون داد، آقای شاپور و بختیار در یه همچه ایامی بود که میگفت این دیکتاتوری که دارید میرید به مراتب بدتر از وضعیت موجود هست و رفتن، بسیاری رفتن، من بدون اینکه بخوام اسم ببرم یا به شما اشاره بکنم بسیاری رفت، نه اینکه نبود، بودن، آقای بختیار بود، این حرف رو زد. خب آیا نتیجه باید الان این بشه؟ وقت 2 میلیون میگن زندانی سیاسی آزاد باید گرده، الان باید زندانی سیاسی رو حتی اعدام میکنن، کسی هم صداش در نمیاد. بله نتیجه همین میشه، برای اینکه این درک آقای دکتر بختیار که واقعا از میانگین جامعه ایران بیرون بود و بیشتر بود، این درک نشد. از جمله خودم رو میگم، به کسی دیگه واگذار نمیکنم. چرا؟ برای اینکه من تب این رو داشتم که یک بار میخواستیم انقلاب سوسیالیستی بکنیم. خب و من رویا پروری و آرمان خواهی، چرا این آرمان خواهی گل میکنه در خفقان توی من؟ برای اینکه اون آزادی تبادل اندیشه نیست که این گفته این میل من ورز خب بخوره با مخالف من گفتگو بشه. کی جرأت داشت گفتگو بکنه جز محافل بسیار خصوصی همسو و همشکل و همفکر؟ بنابراین ریشه ها رو پیدا کنید. واقعا سرشاخه رفتن همون اصلاح طلبیه. نه ببینید بحث ریشه ها نیست، ببینید حرف من یا ناروشنه یا شما عمدن نمیخواید توجه بکنید بهش. بحث بر سر اینه، سرشاخه نیستش. ببینید بحث بر سر این هستش که آیا در بسیاری جاها هم چنین بوده، در فاشیسم آلمان هم وجود داشته های منفذل، جای مختلف هم وجود داشته، یعنی در آلمان هم زمانی رسیده بود کسی نمیتونست با کسی صحبت بکنه غیر از اون چیزی که حکومت میخواست، ولی بالاخره راهی پیدا شد زمان هیتلر می. این نبوده که تمام قبل از هیتلر هم بسیار کشور دموکراتی بود، همه چیز درست است. ببین بس بسر اینه که شما سکوت اولیه‌ای که وجود با گفته شما آیا باعث نمیشه زمانی که آقای فردین رو خونه نشین کردن و هنرمندان دیگه ککشون هم به قول معروف نگزید، دوستان شما یا دوستان سابق شما مثل آقای منفردزاده و میگم ببخشید مثل آقای کیمیایی و بقیه ککشون هم به قول کوچه و بازار نگزید، آیا همین نبود؟ همین پایان نبود؟ این که دیگه مربوط به نماز خوندن شاه یا مکه رفتن ایشون که نبودش. خب مثلا آقای این هنرمند به قول برشت امروز اینو خونه نشین میکنه، این نشونه یه چیزی هست. وقتی بالای مدرسه علوی دارن اعدام میکنن، این ممکنه فردا سراغ بنده و جناب عالی هم بیاد اگر دنبال عدالت بودیم. بس بر سر اینه نیست؟ نه خیلی نیست. اجازه بدید که شما سخنانی رو میگید که من اگر سکوت کنم در موردش انگار موافقم. شما هیچ خیر من چی تعبیری نمی کنم. وقتی شما صحبت میکنید من سکوت میکنم، شما من میگم شما سکوت میکنید. بفرمایید.
نه اون چه که میگید، من باید به تمام اون چه که میگید برخورد کنم. از اول گفته همین آخرتون شروع میکنم. آلمان و نازی مثال زدید. هیچ جا... متاسفم که هر کسی دیگری همچون شما کشورهای دیگر رو، زمان گذشته رو، جغرافیا و فرهنگ دیگر رو نمونه بیاره و فکر کنه اونو میتونه در ایران پیاده کنه. این یک خطای بسیار بزرگه که عجیبه که بسیارانی انجام میدن. بنابراین اصلا بیرون از مرز ایران تشریف نبرید، خواهش میکنم. به اونجا نگاه کنیم و اونجا مسئلهش همینه که پیش از انقلاب سعید سلطانپور خانه نشین میشه، در نتیجه وقتی میاد جلو انقلاب به اصطلاح میشه که انقلاب بود، فردین خانه نشین میشه. عکس العمل مردم یکیه. راجب سعید سلطانپور وقتی زندان رفت و شکنجه شد و خانه نشین شدن، امثال اونها ادیبان و به اصطلاح روشنفکرانی که همه فکر میکنن که انقلاب محصول تلاش اونها بوده که هم چیزی نبوده، این دروغ وزارت اطلاعات و ساواک سلفشه در واقع. خب این نبوده، میدونیم که نبوده، ولی نتیجه گیری که شده اینه که آقا ول کنید، روشنفکر چیز نباشید، تاریکندیش باشید تا کامروا باشید. و امروز تاریکندیشان کامروا هستن و شما میخواید مجله برید در ایران در بیارید که کارتون نداشته باشن، یا برید زندان. شما انتخاب میکنید بین این دو؟ نه، اون آدما هر کی هستن تو به نسبت توانش. آقای بوداغی رو شما میگید اگر اینها میلیون میشدن نمیتونست لژین دستگیر بکنه. چرا نمیشن میلیون؟ برای اینکه به فکر منافع خودشون افتادن مردم. حکومت حکومتی است که امروز در دستور کار قرار داده بشمار سه بشید ثروتمند و قدرتمند و وعده بهشت و دوزخ رو با اون میترسونه، با اون وعده میده به مردمی که ساده لوح هم. چرا این مردم ساده لوح قرن 21 هنوز باید یک تفکر برای اونها حاکم باشه؟ این چراییش ریشه داره. این ریشه رو تا نشناسیم ما درمان نمیتونیم بکنیم. شما ممکن دوست نداشته باشید که این ریشه رو در نظام پیش از انقلاب ببینید، در قاجار حتی ببینید، ولی این بوده متاسفانه. یک دونه آزادی دگراندیش رو، یک مقاله که هیچ، یه پاراگراف در دفاع از آزادی دگراندیش تا انقلاب نداشتیم، نبوده. در صورتی که آزادی خواهی در منطقه کلیدش رو به قول معروف ایران زده، جلوتر از همه بوده، پیشرفته تر از همه، قانون اساسی رو میاره. ولی آزادی دگراندیش معنا نداره. تا امروز نزد بسیارانی آزادی خودشون هنوز مطرح است، نه آزادی دگراندیشان. در اون صورت هست که زندان تعطیل میشه، شکنجه، اعدام و تمام اینها و تبعید، تمام اینها پاک میشه با همین یک اصل. خب آقای منفذل، شما فکر نمی‌کنید شما به عنوان یک هنرمند وقتی که میگید که فرمول‌ها یا مدل‌هایی که در جاهای دیگه هست در مورد ایران به کار نبرید، در مورد ایران چیز دیگه‌ای هست، اشکالات از همین جاها شروع میشه؟ یعنی ما آزادی تعاریف که خیلی روشن هست، همینجا یک اصولی داره. اینی که وقتی وارد ایران بشه ما بگیم نه خیر، اون آزادی که شما میگید که اونجوری است در مورد ایران فرق میکنه، از همین جا شروع نمیشه مشکل؟ آزادی که من میگم خوب نیست، نمیفهم یعنی چی آزادی. شما اشاره کردید، گفتید که در مسائلی که مدل های خارج رو در مورد ایران به کار نبرید. انجام جامعه، حرکت‌های اجتماعی سیاسی که در کشورهای دیگه، مصر، هم لیبی، تمام چیزی که می‌بینید دیگه، اینا اتفاق می‌افته، اینها رو الگوبرداری نمیشه کرد. برای ایران اتفاق خودش رو می‌خواد. ولی آزادی یک مقوله‌ای است که با نفس کشیدن میاد، تمام جای دنیا هست و من و شما در جهان آزاد استفاده می‌کنیم. یادمون رفته که در ایران نداشتیم، مهاجرت کردیم، در ایران مردم هنوز ندارن و ما خیال می‌کنیم که خب چرا اونا پا نمی‌شن یه کاری بکنن. آقا سرکوب، شما اومدی بیرون، من و شما از ترس اومدیم بیرون. خب یکی نمیتونه بیاد بیرون، اونجا هست نمیتونم داد بزنه، یکی هم مثل آقای بوداغی داد میزنه. این تعداد چون کمه راه به جایی نمیبره. بیرون هم ما همه اصلاح طلبیم، میگه آقا ایشون اون کاری کرد، اون کاری کرد، تحلیل میکنیم، حتی راهنمایی میکنیم حکومت رو که اگه این اشتباه رو بکنه اینجوری میشه، اینجوری میشه. این که شما میگید تهمت، حتی راهنمایی میکنیم، شما شاید اگه اشخاص مشخصی مورد نظرتون هست میدونید اشاره بکنید، ولی اینکه کسانی که خارج اومدن حکومت رو راهنمایی میکنن، خب این تهمت در واقع بی اساسی هم هست. به تحلیل ها جناب چالاگی، من میتونم ضبط کنم از این به بعد، تحلیل هایی که میشه رو نگاه کنیم ببینیم چه جوری چاله رو نشون میده که اگر رژیم این کارو بکنه اینجوری میشه، یعنی عاقبت بدی خواهد داشت. برخی ممکنه تحلیلشون این باشه، ولی شما وقتی عمومی میکنین این درست نیست. من همین رو عرض میکنم، میگم این تحلیل هست،
میره به خطا میرسه، میبینن که این اتفاق خطاست، نمیان نقد کنن خودشون که این تحلیل ما نادرست بوده، هیچ کس از ما اشتباه نمیکنه، ما همه درست فکر میکنیم، ما بهانه میکنیم این شد که اون شد. اسفند عزیز با سپاس بسیار از شما سپاسگزارم، امیدواریم این بحث ادامه پیدا کنه در برنامه های آینده با آقای منفردزاده گرام و با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.